درود به همه شما دوستای خوبم. به علت درخواست شما دوستان تصمیم بر این گرفتیم یک ویدیو درباره پاسخ به سوالات مهم و کاربردی که معمولا همه باهاش در روند شرابسازی درگیر هستن درست کنیم. سعیمون بر اینه که سوالاتی رو مطرح کنیم که تعداد نفرات زیادی راجع بهش صحبت کردن و سوالاتی که همه در ارتباط با اون مشکلاتی داشتن. خب خیلی سریع شروع میکنیم با سوال اول: چرا شراب من ترش شده؟ ترشیدگی شراب علل مختلفی میتونه داشته باشه، بسته به انگور استفاده شده و ظروف انتخابی همه در روند شرابسازی دخیل هستن. اما مهمترین دلایل ترشیدگی شراب رو بهتون میگم. انگور گندیده و خراب، حتی اگر مقدار کمی انگور خراب داخل دبتون بندازید احتمال ترشیدگی شرابتون زیاد میشه. ضد عفونی و تمیز نبودن ظروف و شخص تولید کننده شراب. اگر ظروف و دستان شما در هنگام تولید شراب ضد عفونی نشده باشن، احتمال ورود میکروب به دبه افزایش پیدا میکنه و این کار باعث ترشیدگی شرابتون میشه. قفل هوای نامناسب. وقتی قفل هوای شما خوب آببندی نشده باشه و اصطلاحاً هوا بده، پس روزنه‌ای برای ورود اکسیژن و میکروب در دبه شما وجود داره و وقتی شراب با اکسیژن و میکروب در ارتباط باشه احتمال کپک زدگی و ترشیدگی درش وجود داره. این سه مورد از مهمترین علتهای ترشیدگی شراب هستن و اگه شرابتون ترشیده به احتمال زیاد علتش یکی از این سه مورد هستش. اما تنها رایی که برای نجات شراب ترشیده وجود داره اینه که اگر در هفته دوم حباب زیادی از قفل هوا دریافت نکردید و وقتی در دبتون رو باز کردید بوی ترشیدگی احساس کردید، یک استکان آب جوشیده ولرم بردارید و نصف قاشق مرباخوری مخمر داخلش بریزید و به دبه اضافه کنید و محتویات دبه رو خوب هم بزنید. اگر خوششانس باشید احتمال برگردوندن شرابتون هست. مورد بعدی که در این چند وقت خیلی بهش برخورد کردم هم زدن غیر اصولی محتویات دبه بود که دوستان متاسفانه تارنج داخل دبه می رفتن و شرابشون رو هم می زدن، که خب این روش رو هم اصلا توصیه نمی کنیم و پیشنهاد من همچنان استفاده از ملاقه چوبی بلنده که بعد از هر بار استفاده هم باید با آب داغ شسته بشه و کنار وسایل چرب قرار نگیره. خیلی از دوستان هم نگران عرقی بودن که روی در دبه به وسیله تخمیر به وجود می اومد، که باید بهتون بگم اون بخار و عرق برای شراب مشکلی به وجود نمیاره و باعث ترشیدگی و کپک زدگی شرابتون نمیشه. سوال دوم که خیلی پرسیده شده بود در مورد کپک زدگی شراب هست. بعضی ها فرق بین کپک و علائم شروع تخمیر رو شاید ندونن. کپک شراب سفید و کرک مانند و ممتد هستش، اما علائم شروع تخمیر که با کپک اغلب اشتباه گرفته میشه کرم رنگ، نقطه نقطه و گاهن رگه رگه و در بیشتر موارد لایه کرم رنگ چسبناک و تقریبا شیر مانند هستش. دقت کنید که این دو رو با هم اشتباه نگیرید. احیانا اگر روی مواد در دبتون کپک مشاهده کردید، به سرعت با یک قاشق تمیز دست بلند شروع به برداشتن با دقت کپک ها بکنید و مراقب باشید که کپک ها پخش نشن و بعد از اون تمام محتویات دبه رو به ظرف دیگه ای انتقال بدید. دبه رو با آب جوش به صورت کامل بشورید، خشک کنید و دوباره شراب رو به دبه برگردونید. حسابی محتویات دبه رو هم بزنید و با این روش احتمال کپک زدگی دوباره 50% کاهش پیدا میکنه. سوال سوم در مورد نوع انگور هست. آیا میشه از انواع دیگه انگور برای ساخت شراب استفاده کرد؟ البته که میشه و حتما هم شما در نهایت شراب خوبی خواهید داشت. اما طبق تجربه شخصی من بهترین جواب رو از انگور شانی گرفتم. سوال چهارم در مورد زمان صاف کردن شرابه. خیلی از شما پیام داده بودید که 27 روز از شروع مرحله اول گذشته و انگورهای شما همچنان بالای دبه هستند و تهنشین نشدن. آیا میشه قبل از تهنشین نشدن صاف کرد شراب رو؟ جواب اینه که باید در دبه رو باز بکنید و مایه رو بو بکنید. اگر بوی الکل کاملا مشهود بود، بله زمان صاف کردن شرابتون فرا رسیده و نیاز نیست حتما انگورتون تهنشین بشه. اما سوال پنجم، خروج حباب از دبه 4-5 روز بیشتر طول نکشید، آیا شرابم خراب شده؟ و اما جواب اینه که تخمیر آشکار مایه شما نهایتا یک هفته طول میکشه. این یعنی شما نهایتا یک هفته خروج حباب از دبه میبینید و این کاملا طبیعیه.
اما تخمیر مخفی ده همچنان در حال انجامه و شاید شما فعل و انفلاتی در دبه نبینید، ولی تخمیر داره کار خودش رو میکنه و کم کم خودش رو به سمت متوقف شدن میبره و مواد تهنشین میشن. سوال ششم، میشه با دستگاه های آب میوه گیری آب انگور رو گرفت یا با دستگاه های دیگه؟ بله میشه، ولی دیگه من اسم اون نوشیدنی رو شراب نمیذارم. دوستان باید بدونید حتی تو کارخونه صنعتی که تو حجم بالایی شراب تولید میکنن از دستگاه های آب میوه گیری و مخلوط کن ها استفاده نمیکنن. علتش هم خرد شدن هسته های انگور توسط تیغه های این دستگاه ها هست. همونطور که میدونید داخل هسته انگور روغن وجود داره و با شکسته شدن هسته ها روغنشون وارد شراب میشه و شراب رو خراب میکنه. به نظر من واقعا حیفه که با این روش شما این میوه رو حروم کنید و در نهایت هم شرابی به دست بیارید که طعمش زمین تا آسمون با شرابی که بهتون آموزش دادیم فرق کنه. درسته اون نوشیدنی هم الکل داره و هم مست کننده است. پس اگر فقط مست کننده بودن یک نوشیدنی براتون اهمیت داره، همون روش راحت هلو برو تو گلو رو انتخاب کنید، ولی اگر میخواید شراب واقعی همراه با طعم و عطر واقعی رو انتخاب بکنید، طبق آموزش پیش برید و مطمئن باشید پشیمون نمیشید. سوال پرتکرار هفتم، چی کار کنیم که درصد الکل شرابمون بیشتر بشه؟ در مقدمه باید بهتون بگم میزان استاندارد الکل این نوع شراب 10-15% هستش و میزان بیشتر الکل این نوشیدنی رو خراب میکنه. باید بدونید در عملیات تخمیر شما نهایتا میتونید به 23% الکل هم برسید، اما به چه قیمتی؟ در واقع هر چقدر قند نوشیدنی شما بیشتر باشه مخمرها اون قند رو میخورن و تبدیل به الکل میکنن. پس برای الکل بیشتر شما باید شکر بیشتری در مرحله اول در مایتون بریزید، که البته نه تنها ما پیشنهاد نمیدیم بلکه شدیداً مخالف این کار هستیم. در ضمن نوشیدنی به دست اومده با شکر زیاد طعم نامطلوبی هم خواهد داشت. سوال هشتم، میشه انگور رو قبل از شروع کار شست؟ البته که میشه. شما میتونید انگورتون رو بشورید و حداقل یک روز بذارید تا آبش خوب بره و خشک بشه. ولی چون تو شستن احتمال داره پکتین روی انگورها هم از بین بره، بنابراین به ازای هر 10 کیلوگرم انگورتون یک قاشق مرباخوری مخمر به دبتون اضافه کنید و به همین راحتی کار انجام میشه. سوال نهم، الان 4 روز از شروع مرحله اول و دبه کردن انگورم میگذره، اما قفل هوا حباب نمیده و تخمیر شروع نشده، چه کار کنم؟ اول از همه چیز مطمئن بشید که قفل هواتون خوب آب بندی شده باشه و از بغل در دبه هوا نده. بعدش در دبه رو باز بکنید و ببینید روی انگورتون کف کرده یا خیر، مایع زیر در حال جوش و خروش هست یا نه، و در نهایت انگور بوی الکل میده یا خیر. اگر هیچ تغییری مواد شما نکرده بود یا بوی الکل و کف کمی داشت، شروع به هم زدن مواد کنید و 24 ساعت بعد دوباره در دبه رو باز کنید و تست کنید که آیا تغییری کرده یا خیر. در 80% اوقات مشکل به این صورت حل میشه، ولی اگر حل نشد، به ازای هر 10 کیلوگرم انگورتون یک قاشق مرباخوری مخمر به دبه اضافه کنید و محتویات دبه رو خوب هم بزنید و اینجوری تا 2 روز آینده تخمیر شما باید شروع بشه. سوال دهم، میشه برای در دبهمون قفل هوا نذاریم و فقط در دبه رو پلم کنیم؟ خب خیلی از دوستان به این روش کار رو انجام میدن و اعتقادی به قفل هوا ندارن و عقیده دارن شرابشون هم خیلی خوب شده و مشکلی نداره. دوستان در آموزش و روشی که من برای تولید شراب دستساز منتشر کردم از ایدئال ترین حالت شرابسازی صحبت کردم. مسلماً صدها روش تولید نوشیدنی های الکلی و شراب وجود داره و به نظر خود سازنده هم طعم و گیرایی خوبی در نهایت دارن، ولی آیا نظر یک کارشناس هم درباره اون نوشیدنی همینه؟ درباره قفل هوا هم باید بهتون بگم قفل هوا احتمال کپک زدگی محتویات دبه رو کم میکنه، چون مواد داخل دبه ما شروع به تولید گاز میکنن و این گازها اگر محبوس باشن تأثیر منفی در طعم میذارن و پتانسیل کپک زدگی رو افزایش میدن. پس بنابراین ما قفل هوا میذاریم تا این گازها خارج بشن از دبه و البته اکسیژنی هم وارد دبه نشه.